سلام دوستان وقتتون به خیر و شد. در طول روزهای گذشته تصاویری منتشر شده از پرویز ثابتی شخصی که در سالهای منتهی به انقلاب 57 اسمش به شدت بر سر زبان ها میفته بسیاری از دوستان و دشمنانش در گزارش هایی که در سالهای بهتر می نویسند در یادداشتهایی که می نویسند و اظهار نظرهایی که می کنند به سطح خشونت و جنایت در رفتارش و اینکه چقدر از این ماجرا لذت میبرده اشاره هایی داشتن سالها گذشته چیزی در حدود 44 سال گذشته تجمعی در آمریکا برگزار شده است بچه شاه هوادارانش به خیابان ها برای اینکه یک زور آزمایی داشته باشن نه با جمهوری اسلامی برای اینکه وزن خودشون رو به دیگر گروه های وطن فروش نشون بدن به یک بار سرکله این آدم پیدا شده اهمیت ماجره را اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم و بخوام بپرزم این که آیا یک اتفاقه یا چیزی کاملا هوشمندانه هدفمند و آمدانه اتفاق افتاده فقط این رو باید به شما بگم از 44 سال پیش که این آدم پنهان میشه و از کشور میره دیگه هیچ خبری ازش نبوده تا سال 88 88 فضای ایران به هم میریزه اوضاع کمی ملتهب میشه دعواهای در درون سیاست در ایران رخ میده به یک باره صدایی از پرویز ثابتی شنیده میشه بس مطرح میشه که ثابتی کتابی نوشته است و در این کتاب روایتی ارائه داده از آن چیزی که در ایران و بر خودش اتفاق افتاده و گذشته نکته کجا هست نکته اینجا هست که از این ماجرا عبور کردیم سالهای بعدترش مصاحبه از صدای آمریکا با پرویز ثابتی رو شاهد هستیم در این مصاحبه صرفاً صدای از پرویز ثابتی است تصدیری نیست انگار براشون به شدت مهم است که این آدم حفظ بشه چهره جدیدش هویت جدیدش افشا نشه اینکه کسی بتواند متوجه این بشه که کجا هست چیکار میکنه اینها لونره و حرفای از این دست من ماجرا رو به شما ساده بکنم دیده شدن پرویز ثابتی بعد از ناآرامی های اخیر و شنیده شدن اسمش بعد از ماجره های 88 چیزی شبیه این هست که شما با یک نفری روبرو هستی که این یک نفر نماد یک جاییه نماد یک سازمانه اون سازمانه بعد از دو تا اتفاق در کشور شما نماد خودش رو کمی جلو آورده انگار میخواد یادآوری بکنه که من هم یک امضایی در این قضیه دارم اخیرا در صحبت های رهبر ایران در خصوص ناآرامی اخیر به همین قضیه اشاره شده بود که ساواک در ناآرامی های اخیر ایفای نقش داشته آقا این چی شد داستان چی هست مگه اینا تعطیل نشدن مگه اینا از کشور فرار نکردن مگه ماجرا به فروپاشی اینها منجر نشد اگر بخوایم یک مراجعه داشته باشیم به اون چیزهایی که اطلاعاتی هست که این خصوص در رسانه ها منتشر شده و به فضای رسانه کشور درس پیدا کرده یه نکته رو باید خدمت شما عرض کنم در روزهای منتهی به انقلاب 57 خبری در رسانه ها منتشر میشه در اون خبر اعلام میکنن که تغییراتی در ساختار ساواک داره اتفاق میفته افراد اینجا هستن این افراد تصمیم گرفته شده که به اصطلاح خودمون جابجا بشن افراد دیگری بیان جایگزین اینها هشت روز قبل از اینکه این خبر در رسانه منتشر بشه یا هفت روز قبل از اینکه خبر در رسانه منتشر بشه با پرواز شماره 757 پرویز ثابتی ایران رو به مقصد روم ترک میکنه بعد در جایی به نام لندن با نام مستعار آلیخانی شروع به فعالیت میکنه و بعدتر اطلاعاتی به دست میاد تحت عنوان که خانه مجللی در شهرک غرب داشته این خانه رو به یکی از سفرای کشورهای خارجی فروخته و در نهایت خانه مجلل تری در سان فرانسیسکو آمریکا خریده تا اینجا این چیزهایی است که درباره این آدم گفته می شده یک مسئله مهمتری هم البته درباره پرویز ثابتی کمی بعد از ماجرای انقلاب 57 مطرح میشه و اون ماجرای این بوده که او اصلا این مسئله که درباره این فرد داره گفته میشه از اساس کسب آه... هست داستان یه چیز دیگه یه داستان این هست که پرویز ثابتی به فلسطین اشغالی رفته در جمع یونیسا در محلی که آنها برای او تعریف کردن داره فعالیت های انجام میده آ کدوم ماجرا درسته کدوم یکی صحت داره من فکر میکنم که اگر بخوایم دقیق اصلا نظر بکنیم شبیه به تلاش یک سرویس اطلاعاتی شبیه به یک سازمان امنیتی برای فریب افکار عمومیه اصلا مهم نیست که این الان تو اون بازی زمانی لندن بوده آمریکا بوده فلسطین اشغالی بوده تو خود تهران بوده توی گواتمالا بوده مهم این هست که ما اینجا شاهد تلاش برای فریب رسانی هستیم خب یه جایی هست یک نفری از کشور گریخته هست دیگه این همه آدم رفتن دارن بی سر سر که داستان پیش نه این داشته تلاش میکرده که هویتش لونره محل سکونتش مشخص نباشه هیچ اطلاعات دقیقی در روش نباشه چه انگیزه میتونه پشت این داستان بوده باشه من اگر بخوام خدمت شما ماجر رو ساده بکنم برداشت بنده از داستان این هست که ما وقتی درباره فرار پرویز ثابتی و فریب افکار رو بعد از این ماجرا صحبت میکنیم داریم به این اشاره میکنیم که این سازمان رو با ساختارش با همون نظمی که داشته بردن از داخل ایران منتقل کردن با جای دیگری که بتواند علیه ایران همچنان ایفای نقش کند. بعدا شما از ماجره این شکلیه کمان که اخیرا شما صحبته رهبر ایران رو بررسی به همین اشاره میکنی که اینها در ماجراهای اخیر ایفای نقش داشتند یک نگاهی به رفتار سلطنت طلبها در سالهای بعد از 57 اندازید که صدام دیده شدن با یک رد پای خیلی کم رنگ فعالیت هایی در زمانی که حزب بحث علیه ایران اقدام می کرده داشتن که در حمایت از اون اقدامات برداشت میشه یک مهره داشتن به نام پهلوی سوم که این پهلوی سوم بچه شاه با وجود همه نارضایتی هایی که نسبت به پدرش در داخل ایران بوده که منجر میشه به انقلاب 57 داره بودجه میگیره داره مورد توجه قرار میگیره ای دارن تلاش میکنن برای اینکه او دیده بشود او رسانه داشته باشه او فعالیت پیش ببره ببین این نمیتونه اتفاقی باشه شما نمیتونید بگید رضا پهلوی و دربار و یه چهار تا آدم که دور هستن رفتن این که نه نه یک ساختاری تشکیل شده است قبل از انقلاب 57 بعد از 57 از ایران به خارج منتقل شده او داشته این بازی رو برای سلطنت طلب ها پیش می اما من اعتبار ندارم تو ایران چجوری به خودم اعتبار بدم بعد از 57 داخل ایران نیستم بهترین راهکار این هست که اگر میخوای به خود اعتبار بدی اگر میخوای بازی رو در ایران پیش ببری اگر میخوای در ایران ایفای نقش داشته باشی اون چیزی که میتونی انجام بدی و تا حدودی میتونی ازش استفاده کنی این هست که تو از جست و به خودمون رنگ و خمیر مایه ملیگرایی استفاده بکنی این رنگو به خودت بزنی هر کجا هم تونستی در شبکه های شمای در افکار عمومی به تقابل بین مذهب و ملیت ایرانی ها کمک بکنی تو بازی خودت رو پیش بردی بسیاری از سیاستانی که رصدکننده رفتار سلطنت طلب ها هستن و میبینند که اینها در حوزه رسانه‌ای و در شبکه‌های اجتماعی دارن این مدل رفتاری رو پیش میبرن بر این باور هستن که این چیزی است که ساواک به عنوان یک رفتار رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی برای تیم‌های رسانه‌ای سلطنت طلب تجویز کرده اتفاقی نیست این یک لحظه نیست این چیزی نیست که یک دادم به خودی خود بشسته باشن نه یک عقلی آنجا داره دیفای نقش می‌کنه آن عقل به این جنبندی رسیده و تیم رسانه‌ای رو هم با همین جنبندی پایکار آورده ماجرا عجیب شد درسته من فقط یه نکته رو داخل پرانتز میگم بعد میخوام بریم یه چند تا استارنزه درباره پرویز ثابتی بخونیم بعد برمیگردیم نکاتی رو دارم که مفصل خدمت شما عرض کرد نکته که میخوام ساده خدمت شما عرض بکنم اینه شما در جاهای مختلفی وقتی به اسنادی که از ساواک منتشر شده به گزارش هایی که از اونها منتشر شده مراجعه میکنید یک جمله رو میبینید که در متن این گزارش ها آمده و اون جمله این هست که در قلم روی ساواک در حوزه استفاضی ساواک در جایی که ساواک بران اشراف دارد مدام این داره تکرار میشه انگار مثلا اینها ساخته شدن به عنوان برادر کوچکتر یک سرویس دیگر که این سرویس دیگر در منطقه خاورمیانه میانه تقسیم بندی هایی رو برای خودش انجام داده قلم روهایی رو تعریف کرده برای ایران این گزینه رو انتخاب کرده که باش هماهنگ باشه نیروهاش رو آموزش بده کارهاشون رو پیش ببره از طرفی بهشون مشاوره بده و همچنین بخشی از اتفاقاتی که در ایران میفته از این جهت که در قلم روی اینها هست اینها بهش احساس مسئولیت داشته باشن از طرف اون سرویس در داخل خاکی کشور خودشون پیگیری بکنن اگر همچین سرویسی رو بخوایم در نظر بگیریم به عنوان برادر و بزرگتر برای ساوا که اومده سرمایه گذاری کرده وقت گذاشته انرژی گذاشته بعد از پنجاه بی خیال داستان نشده سعی کرده شبکه اینها ساختار اینها در خارج از کشور شکل بگیره با کسانی که به خارج از کشور میرون ادامه پیدا بکنه و این ساختار فروپاشیده احیا بشه اگر بخوایم یک جایی رو یک گروهی رو مثال بزنیم که تو این قضیه ایفای نقش به نظر من رژیم صهیونیستی و موساد هست این چیز بعید نیست به خاطر اینکه بسیاری از نیروهای ساواک اسنادی وجود داره که نشون میده بخشی از آموزش های خودشان را یا مستقیما به فلسطین اشغالی رفتن از موساد گرفتن یا غیر مستقیم به اونها این آموزش داده شده. دقت این شد. میخوام بریم بخشی از اثر که درباره پرویز ثابتی بوده است رو ببینیم و یک بررسی بکنیم که چرا این آدم اسمش داره شنیده میشه. فقط دو تا چیز رو داخل بگم. اصلا مدل حضور پرویز ثابتی در بازی از نظر خیلی ها بسیار عجیب و غریبه از چه جهت از این جهت که الان وطن فروش ها به شدت به جان هم افتادن از طرفی یک اختلاف عجیب و غریبی بین اینها پیش اومده ساز و ها تلاش میکنن خودشون رو متوجه به بدن تجزیه طلب ها با محوریت عبدالله محتدی دارن تلاش میکنن که دیده بشون از اون طرف رضا پهلوی با یه وکالت میده هم اومده اعصاب همه رو خرد کرده اصلا فارغ از اینکه دیده شده باشد یا نه فارغ از اینکه معتبر بوده باشد یا نه همه رو کلافه کرده حالا این وسط این پرویز ثابتی که خیلی ها به ویژه مخالفین جمهوری اسلامی که اتفاقا مخالف پهلوی بودند کار مبارزاتی کنه یعنی در اون بازی زمانی به ویژه گروه های چپ به ویژه ماکسیس ها به ویژه ساز و ها و همچنین تجزیه طلب ها اینا الان همه عصبانی چرا چون آدم رو به لحاظ شخصیت یک آدم جنایتکار در طول تاریخ به عنوان شخصی که این شکلی شناخته شده میشناسن خب تو در این بازی زمانی چرا این رو آوری جلوی دوربین میخوای مثلا ارزندامی بکنی میخوای چیزی رو یادآور اتفاقی نمیتونه بوده باشه یه نفر نمیتونه 44 سال اتفاقی پنهانی 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 زندگی کرده باشه اونم نه فقط پنهانی با فریب رسانه ای بعد تو این 44 سال یه بار خودش نشون داده باشه بعد 88 یه بارم الان اونم الانی که مثلا فضا در اپوزیسیون به شدت هم ملتهبه خب این قابل تعامله من اجازه دو تا نکته رو در پرویز ثابتی خدمت شما عرض کنم که مشخص بشه چرا تا این حد افکار عمومی به ویژه کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هن اما دشمنی شدیدی دارن با پهلوی چرا اینا الان عصبی هستن دارن پنجه میکشن بر صورت سلطنت طرفا در شبکه های اجتماعی و به ویژه در تویتر. شاید خوب باشه یک بار این رو با هم با در نظر گرفتن شخصیت یادم یک بررسی داشته باشیم یک سارنظری از سوی فرج الله سیفی کمانگر معروف کمالی از شکنجگران کمیته مشترک ضد خرابکاری درباره ثابتی مطرح میشه من دوست دارم از روی متن برای شما بخونم میگه هر وقت ثابتی به کمیته می ازدی داخل حیات میشد و با صدای بلند داد میزد بازجوها مگر مرده هستند که صدایشان در نمیآید داد بزنید و فهاشی کنید آقا خوشش میآید و بارها در جمع کلیه کارمندان کمیته اظهار می داشت هر وقت آقا یعنی پرویز ثابتی به کمیته میآید شما متهم را بیاورید داخل اتاق و بزنید و فهاشی کنید با صدای بلند که آقا بشنود آقا خوشش میآید آقا دقت کنید یعنی این بخشی از صحبت های یک کسی است که با این آدم همکاسه بوده ببین اصلا تنز ماجرا یک نفری تو همچین شخصیتی تو همچین چارشوبی الان پیدا شده توی آمریکا بعد تو یه تجمعی تو اون تجمع داریم میگه زن زندگی آزادی سه تا چیزی است که شما تا انتهای پنجاه به لجن کشینید باید جلوتر بریم باید یه مقدار جلوتر بریم ببینیم که همچین کارکتری با همچین مدلی که خدمت شما عرض کردم که دوست و دشمن در بورش همین اعتراف رو و همین از آن رو دارن چرا الان در مقابل دوربین ها دیده شده این همه پنهانی اومده جلو کتاب نوشت قرار بود جلد دوم داشته باشه انقدر افکار و انقدر فضای رسانی علیه این کتاب سنگین شد که جرئت نکرد بنویسه چون همه سوژه کردم گفتن چطور و پرت اینا که تو نمیشین تو اصلا مبتنی بر حقیقت نیست خب یه آدمه در یک بازی زمانی همچین حجمه روش بوده یه مصاحبه کلا داره بعد از 57 در مقابل دوربین سر کرده دیده نشه تصویر ازش نباشه الان چرا اومده در مقابل دوربین از زاویه های مختلف بهشون پردازن خیلی ها به شکل های مختلفی دارن پیرامونش صحبت میکنن هر کسی از یک زاویه نگاه میکنه یکی از مسائلی که داره مطرح میشه این هست که ساواک داره یک مقدار به طور رسمی تر امضای خودش رو زیر برخی از اتفاقات نشون میده برای اینکه وزن خودش رو یادآوری کرده باشه چه کسی داره کمک میکنه بازی رو پیش ببرن من فکر میکنم که صهیون هستن موسا در طول این سالها پشت سر اینها بوده جلو اومده یک گروهی داشتی که بتوانند فارسی فکر بکنن که موسا بتونه بر برنامه ریزی بکنه تحریزی بکنه چه به لحاظ امنیتی چه اطلاعاتی چه رسانی و اون هم اینا بودن ببین یه حرفی رو الان سال هاست اینا دارن مطرح میکنن هم در ایران هم در کشوره اطراف ایران و اون حرف اینه که چرا شما گیر دارید به یه حکومتی که یه حکومت اسلامی باشه بری سراغ یه حکومت سکولار در باکو یکی از حرفایی که مطرح که ما خیلی خوشحالیم که اینا حکومتی دارن حکومت سکولار ببین شما اگر بتوانی در مقابل ایرانی که مسلمان است در هر کجایی در هر حوزه در هر چارچوبی چیزی تحت عنوان نگاه به مسائل بدون در نظر گرفتن دین رو ترویج بکنی حکومت دینی در ایران به چالش کشیده میشه حالا اگر بتونی در داخل ایران افرادی رو پیدا بکنی در تولید محتوایی که انجام میدی توجه اینا رو به تاریخ جلب بکنی تا اینجا اشکال وجود نداره هیچ ابهامی تا اینجا وجود نداره خیلی محترم هم هست در بسیاری از موارد بسیار محترمه اما بتونی نگاهی به تاریخ در اینها به وجود بیاری به شکلی که آنها وقتی از زاویه نگاهشان به تاریخ مسائل امروز رو بررسی میکنن نه تنها نسبت به کلمه دین حس منفی داشته باشن بلکه حس دشمنی در اونها به وجود بیاد حالا تو داری در داخل اینا یک لشکری به وجود میاری که این لشکر ذاتا در تقابل با هویت مذهبی خودش زندگی بکنه همونطور که شما در فضای مذهبی هم بخشی رو نگاه میکنید ذاتا در تقابل با هویت تاریخی خودشون دارن زندگی میکنن آقا دقت کنید شو یه تقابل بین اسلام و ایران اگر تونستی بهش بدمی بازی رو بردی کیا دارن با این کاور بازی میکنن یقین بدانید که این چیزی است که موسا با محوریت ساواک و همچنین گروههای رسانه فارسی زبان دیگر داره پیگیری میکنه صبور باشید میریم جلوتر به یاری خدا مفصل یقین بدون که چیزهای از این دست در افکارون و در رسانه‌ها پیرامون این افراد مطرح خواهد شد طولانی ترش اگر نکته‌ای داشتین اگر فکری چیزی هست که لازم هست به این بهانه با دوستان دیگرمون در میان گذاشته بشه حتما در قالب پیام برای ما بفرستیم. خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر